افتخار من با شما لایو بذارم. خوب هستید شما؟ من خوبم. امشب ماسک نزدم. چه خوب. آره، اینجای دور دهنم خیلی تبخالایی بد زده بود به دلیل داروم، بعد خودم دوستشون نداشتم و خوشبختانه با پومادایی که زدم خوب شدم. حالا یه چیز در مورد این تبخال بگم بهت، بله که من اینجا تو آلمان یاد گرفتم و اون شاش درمانیه. بله وقت اوایل که اومده بودم، خواهر من چون 20، اون الان مثلا 40 سال، اون موقع 20 سال بود اینجا بود، اون از 17 سالگی اینجا، 18-19 سالگی، بعدش به من گفتش که هر وقت تبخال داری همین وقتی که میری از این شاشت بزن روش. بعد گفتم خب این چی؟ اول از اون شنیدم، تا اینکه بعدم با رفتم خانواده آلمانی که زندگی کردم 7 ماه، اونا این مسائل اصلا برای هر چیز مختلفی که به خصوص پوستی بود، بعد دیگه از این مثلا دیگه از شاش استفاده میکردن. و بعد دیگه یه کتابم هست، حالا برات نشون بدم اگر برات بگم، توی این رابطه که اینو همسایم به من داد در رابطه با اورین هست. اورین چیز دیگه، همون اورین یا ادرار یا شاش. خب که بعد من اینجا آشنا شدم با این کتاب، این بعد دیگه واسم این، حتی یه سری میگن که 99% بیماری های پوستی با شاش رفع میشه. و من هر موقعی که مثلا خودم ببین پسوریازیس دارم، خب یه ذره که چیز میشه شدید میشه، یا مثلا احساس مثلا همینطور دارم، مثلا فرض آف وسط های دستم میگیرم زیر شاشم اینجوری، بعد میزنم اینجا اینجوری به صورتم، بعد فلان اینجوری میکنم. حالا امتحان کن، یا میتونی از همین پنبه های آرایشی هست وسط این اول شاش، نه وسط شاش، اینو بزنی به این، بعد اینجوری اینجوری بزن. بعدش هم اصلا هم وقتی که بزنی بعد از یه مدتی اصلا حس بعدی هم پیدا نمیکنی. من که حس بعدی بهش ندارم، البته به خوردنش یه مقدار حس خیلی خوبی ندارم، ولی چیز. خب این از این در مورد تبخال. حالا بریم سر مسئله. بله من در خدمتتونم. خب میخوایی که تو سوالی اول از من داری؟ خانم دکتر میشه در مورد خودتون توضیح بدید اگه اشکال نداره؟ من در مورد خودم یه معرفی میکنم. من زیبا ناوک هستم، اسم اصلیم سیبا زینب معمار نوبری، که بعد معروف به زیبا ناوک هستم، که از سالها، از سال 2006 زیبا ناوک. البته زیبا رو از موقعی که آلمان اومدم، زی زینب بابای سیبا شده زیبا، ولی تو شناسنامم و چیزای کارتای هویتیم زینب دیگه، چون من عوض کردم 24 سالگی اسمم عوض کردم. حالا این داستان داره دیگه. من در موردش، من متولد 1339، 60 سالمه، بعد چند ماه دیگه میشم 61، متولد تبریز، تا 10 سال اونجا بودم، بعد دیگه اومدم تهران، بزرگ شده در تهران، بعد فارغ التحصیل پزشکی از پزشکی در مشهد، بعد دیگه از سال 1998 هم که اومدم هامبورگ. بعد تو هامبورگم کار پزشکی نمی کنم، چون شناخته شده مدرکم با اینجا چیز نیست، ولی کارهای الان در حال حاضر، کارهایی که چند ساله که از سال 2014 به بعد، یه بیزینس پلنی دادم به عنوان مشاوره و اینها، و تو این فاصله های مدت هایم که بودم نزدیک 10 ها کتاب نوشتم، 10 ها نه 10 تا کتاب نوشتم و صدها کلیپ دیگه تو یوتیوب من برید بالای 1000 تا دیگه کلیپ هستش و دیگه، و کارهای وبلاگ داشتم و دیگه بلاگر هستم و دیگه از این چیزایی که دیدید. آره. واقعا فعلا این مختصر دیگه، مختصر بگم دیگه. کارهای روان درمانی میکنم، کسایی که مراجعه میکنن در زمینه‌های مختلف، و چون که در زمینه خیلی شیوه خاصی دارم، تز خاصی رو دارم، به خصوص در رابطه با مسائل جنسی،
و باز بودن این مسائل و اینکه راحت در این رابطه این فضا رو ایجاد کردم باعث شده که در مراجعه کنندگان در زمینه‌های مسائل جنسی خیلی خیلی زیاد باشن به سمت من و اینکه در واقع این مسئله هم تأثیر داشته در اینکه خیلی کسا منو به طور چون سکس یه تابوه کسی که در این رابطه ها صحبت بکنه بیشتر مطرح میشه. بله 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 واقعا خوشبختم. بعضی کامنت بد می نویسن، هیچ ایرادی از نظر من ندارن، نظر شما که مشکل نداره؟ نه من که اصلا میبینید کامنت اگه بد ننویسم تعجب میکنم چون که سالهای سال مثلا یه وبلاگی داشتم که 15,000 تا مثلا فرض کنید کامنت داشت، 13,000 تاش فوش بود. میگه من پاکم نمیکردم. ایراد که نداره، جامعه شناسیه. ببین پشت تمامی افرادی که میان فوش میدن یه شخصیت هست. خب شما ممکنه همون طرف انرژی خودش رو مطرح میکنه، انرژی خودش رو نشون میده و همین یه نوع جامعه شناسیه دیگه. ممکنه یه نفری با اون فرد ارتباط برقرار کنه و من همیشه میگم که این کامنت ها این، مگر اینکه دیگه یه کسی دیگه خیلی دیگه تکرار کنه چرت و پرت بگه دیگه، خیلی دیگه یعنی مثلا تبلیغات بذاره، اینو که دیگه اینا رو هم ریسترکتش میکنه. خب بله. وگرنه نه بذارید بنویسم بگم دیگه، شاید خیلی کسا خوششون بیاد با اونا دوست بشن. واقعا چه خوبه که تو هم هیچ مسئله تو این رابطه نداری. آفرین. من حتی بعضی مواقع بچه ها به من میگن که بلاکش کن، میگن بچه ها بذارین باشه هیچ ایرادی نداره، بنده خدا حتما مشکل خاصی داره میاد چرت و پرت مینویسه، من اصلا نه بیرون میندازمش نه چرت و پرت به من بگه، اصلا من مهم نیستش. بعد میگم در رابطه با این لفظایی که به کار میبری، من مثلا فرض کنید که کلمه مثل بنده خدا رو دوست ندارم شخصا، اگه کسی به من بگه یه پاتکی از من میگیره، چون بهش میگم که خب شما این الفاظ رو چرا آدم رو بخواین حتی بنده کنید، بنده کنید بابا این فرد اسم داره دیگه اینو بگید. این یه مسئله. یه مسئله سوالی من از تو داشتم در رابطه با اینکه من اول که با تو آشنا شدم دیدم که تو پیجت باز، خیلی خوشحال شدم، ولی امروز دیدم پیجت رو بستی. سوال من اینه که آیا بستی پیجت رو که فالوئر بیشتر بشه بیان فالوت کنن تا تو اونا رو اکسپ کنی، یا علت دیگه ای داره؟ من دلیلی که من کرمان زندگی میکنم، بعد کارم موزیک بود، بعد پیجم رو بسته بودم کسایی رو که دوست دارم فالو کنم، بعد ولی خب اکثر مواقع درخواست ها رو قبول میکنم، بعد به دلیلم که پیجم رو ببینن مثلا بسته است، بعد درخواست که میدن من اوکی میکنم، بعد به این دلیل و دلیل خاص دیگه نداشت، ولی بازم بذارم. خب شما الان وقتی باز میذاری مثلا ببینیم، من میدونم وقتی که من نگاه میکنم پیج منو، خیلی کسا منو فالو نمیکنن یا حتی لایک نمیکنن، ولی میان میبینن. میدونی چرا؟ چون میتونم اگر کسی مثلا میخواد یه آگاهی رسانی داشته باشه پیجش رو، این پیجش رو پرایوت نمیکنه، چون که میگه که خب من ممکنه کسی منو فالو نکنه، اصلا نخواد منو فالو کنه، خب ولی میخواد از این مسائل استفاده کنه. خب اینه که من میخوام بگم، من خودم اینو یه پوینت حتی برای کسانی که تو گروه ما بخوام توی گروه این تلگرامی ما بیان، یکی از شرایطی که گذاشتیم اینه که اینستاتون باید باز باشه. بله. چون که ما میخوایم بگیم که چه چیزی الان اصلا حتی هیچ کسو نداشته باش، هیچ کسو، یه نفر داشته باش، یه اصلا اینطور، ولی حداقل بگو که من این اینستا رو دارم. یه سری هم میرن یه اینستای علکی درست میکنن که میان میگن که اون پیج خودش رو معرفی نمیکنه، مهم نیست، ولی همین که تلاش میکنه که با یه پیج باز بیاد جلو، این خودش یه قدمه. خب این که اینو سوال داشتم، حالا تو سوال کن. بعد دلیلش همینم بود که الان بعضی مواقع هم سوالای مثلا مسخره ازت میپرسیدن به این دلیل بود، ولی حرف شما کاملا درسته. من پریشب پیجم باز گذاشتم و دیدم خیلی بهتره که باز باشه و حرف شما کاملا صحیحه. امیدوارم پیجت باز باشه، من بتونم پیجت هم ببینم. بعد تا
تو هم همینطور نیازی نداری که منو فالو کنی، برو اصلا ممکنه بیای خودت ببینی فلان. وقتی یه کسی، من همیشه میگم که یکی میگه منو فالو کن، میگم برای چی تو رو فالو کنم؟ آخه من تو رو فالو کردم. میگم خب تو منو دوست داشتی فالو کنی، من مگه معامله دارم با تو میکنم؟ معامله نداریم که. من الان هر موقع اگه پیجت احساس کردم برای من مفیده فالو میکنم، تو هم همینطور اگه احساس کردی مفیده فالو کن، نه نکن، قرار نیست. خب حالا من یه سوال دیگه در مورد این که دوست داری در مورد بیماریت صحبت کنی؟ بله بله من در خدمتتونم. بله میخوای بگو که سن تو بگو و این بیماری تو اگر دوست داری شروع کن. من شهریور، توضیح کامل بدم؟ هر جور که دوست داری راحت دیگه، من خیلی دوست دارم. حوصله‌تون سر نمیده؟ حوصله‌تون سر نمیده؟ من سررفت میگم دیگه، عوض کن بحث و فلان. این حالا فعلا که الان سوال دارم. من کرمان تو کار موزیکم، بعد توی تالار کار میکردم، یه دوست داشتم درگیر بیماری کانسر بود و ایشون فوت کردن. همسر ایشون توی تالاری که من اونجا کار میکنم ایشون بودن. بعد شهریور پارسال بود، توی دست من یه غده بود و پاهای من کبود میشدن، کشاله رون منم بود، زیر سینم هم بود و همش به من میگفتن اینا غده‌های چربیه و من همش فکر کردم واقعا غده چربیه. شوهر دوستم سر میز بودیم، به من برگشت گفت که این چیه تو دست تو؟ گفتم که این کشال رون منم هست، توی سینم هم هست و پاهای من خود به خود کبود میشه و پاهم جدیدن خیلی درد داره. به من گفت که من تو رو میبرم دکتر. گفتم طوری نیست که موقعی من ببری دکتر. گفت که من میبرم دکتر و یه نوبتی آزمایش روی سونو ازت میگیرن و ببینم مشکل تو چی هستش. چشم منم اینجوری نگاه کرد و تو اون تایم من با یه پسری بودم، با یه آقایی بودم. بعد این بنده خدا اسمش آقا سعیده، آقا سعید زنگ میزن به اون آقا پسری که من عسل رو میخوام ببرم دکتر، شما اجازه میدی؟ مشکل نداره. رفتیم پیش دکتر عمومی، سونو از من گرفتن و یه آزمایش. منو بردن پیش دکتری که خانومشون بود. بعد من زمانی که اونجا رفتم همش میگفتم سعید قبل اونی که میریم خدا کنه من هیچ آدم کچلی رو نبینم اونجا، دوست ندارم مثلا این قیافه ها رو ببینم، استرس بهم وارد میشه. زمانی رفتم دکتر، دکتر سونوی منو دید، به من نوشت برای بهمن ما یه سونوی اصلی باشه برای بهمن پارسال که دقیقا بیماری من مشخص باشه. سونو اصلی رو که من گرفتم، زمانی دکتر دید به من برگشت گفت که شما جراحی دارید. من همش به دکتر میگفتم دکتر من تابار رو بدنم یه خط نیستش، بعد اگه الان جراحی کنی سینه من، و من خیلی دوست داشتم سینه‌مو برای زیبایی عمل کنم، همیشه این تو ذهن من بود که من این کار برای زیبایی انجام بدم. گفتم دکتر من همیشه دوست داشتم برای زیبایی این کار انجام بدم. گفت هیچ ایرادی نداره، خب کشاله رون من خیلی بد میشد که برایش بخیه بکنه. منو عمل کردن و به من گفتن بعد عمل تو باید دارو بگیری. من معنی دارو گرفتن رو نمیفهمیدم که یعنی چی دارو باید بگیری. اصلا تشخیصم ندادن، نگفتن به من، نگفتن به من، چیزی نگفتن. زمانی که اتفاق برای من افتاد اول دفعه به خود بیمار نگفتن و من دختر خالم پزشک بود، به من چیزی نگفتن و به من گفتن بعد عمل اول اون غده رو در آوردن و بعد از اون تشخیص دادن که باید حتما من شیمی درمون میشم. به من برگشتن گفتن که تو باید دارو بگیری. دارو یعنی چی؟ بعد من فکر میکردم من میرم مطب دکتری دارو میگیرم میخورم و اینجوری تصورم این بود. با من صحبت کردن که دارو گرفتن یعنی دارویی که تو موهات میریزه. بعد اولم یه دارو به من دادم، من خوردم این دارو. چی دیاگنوز به تو ندادن؟ بیان تشخیص رو نگفتن؟ چقدر نه تشخیص رو به خودم، به دلیلی که نمیخواستم اول لفظ شوکه میشی که بهت بگم. بعد وقتی که باید دارو حالا به هر حال کاریه که اونا کردن، حالا ادامه بده. کار از نظر من کار درستی نیست ولی خب بعد دکتر تصورش این بوده که اول عمل میکنم و با عمل کردن برداری مشکلی نداره. زمانی که برمیدارن حتما احتیاج به دارو من داشت و به من گفتن که دارو میگیری و زمانی که به من گفتن دارو میگیری موی تو میریزه. سری اول که دارو گرفتم بله قشنگ من میخوابیدم، قشنگ روی متکا یه عالمه مو داشت، موهای من میریخت و بعد از اون من هم بردار. آخه اول دفعه موهامو ماشین کردم و دلم نمیخواست کسی بفهمه. مشاور با من صحبت کرد که
تو اول دفعه هنوز نمیتونی بپذیری این بیماریو و بقیه حال تو رو خراب میکنن. چرا مثلا دخترخاله مادرت میاد میشینه گریه میکنه، حال تو بیشتر خراب میشه. و اگه میخوای قوی باشی نذار بقیه بفهمن که حال تو خراب کنن. و من نذاشتم تو این تایم کسی بفهمه و واقعا هنوز نپذیرفته بودم این بیماریو که من بیمارم و قراره اتفاق برای من بیفته. و موهامو تو لایو قشنگ ماشین کردم، همه گفتن که دیوونه شده، عاشق بوده، بعد شکست عشقی خورده، خیلی چرت و پرتایی که میگم. بعضیا گفتن ایدز گرفته، انقدر زیبا جان برای من جالب بود. من موهام ریخت، ابروهام ریخت، لاغر شدم، پشت سرم گفتن ایدز گرفته، گفتن که شکست عشقی خورده، به خاطر اون پسره شیشه میکشه، مواد میزنه. و اینا خیلی برای من سخت بود و من همه رو تحمل میکردم. همش به مشاور میگفتم یه حرفا رو میزنه، میگفت که هیچ ایرادی نداره، اصلا نگران نباش. تا گذشت و من با بچهای اوکی شدم که بچهای کانسر بودن و یه گروهی به گروه امید به زندگی بود. من اصلا روم نمیشد که تو لایف توضیح بدم. هر کی از من سوال میکرد مشکل چیه، میپیچوندم و نمیخواستم بگم که من بیماریم چیه. بچه‌ها به من قدرت اینو دادن. الان فرناز جون، داوود، میلاد تو لایو به من قدرت اینو دادن، اصل تو بیماری که من دارم تو هم داری، همه دارن، پس ترست از چیه؟ خیلی با من صحبت کردن. من تو گروه بچه ها بودم، زمانی می دیدم که بچه ها مثلا کسی که بیمار بوده و الان بهبود پیدا کرده، اینا همه رو دیدم، خیلی 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 امید پیدا کردم و قدرت به من دادن بچه ها که من خیلی راحت برای اولین دفعه از دیروز، نه پیروز، یه عکس بدون مو رو گذاشتم این استا. تا قبل اصلا استرس اینا، یکی میخواست با دوربینش عکس بگیره میگفتم نه اصلا عکس نگیرین از من. بعد خب به دلیلی که پوستت یه خورده خراب میشه، زمانی دارو میگیری چشات یه جور دیگه میشه، مثلا من صبح خواب پا میشم، بعضی مواقع این ور صورتم چون تمام درگیری من سمت چپه، چشم سمت چپم ورم میکنه، پام اونقدر توان نداره، درد میکنه. و بچه‌ها به من خیلی، مخصوصا داوود که الان تو لایو و فرناز من باشون لایو میگیرم، خیلی به من کمک کردن و واقعا من ازشون تشکر میکنم. و اونا باعث شدن که من انقدر با قدرت بتونم حرف بزنم و بگم بچه‌ها من بیمارم و الان مشکل دارم. اگه کسی به من گفت ایدز داری، دمت گرم، تحقیق کن، ایدز گرفتن موهاش نمیریزه. کسی که مواد میزنه، کسی که شیشه میزنه، مواد میزنه، اینجوری نیست قیافش. من بیمارم و هیچ موقع دعا نمی کنم که کسی بیمار بشه، ولی واقعا دور از انسانیت بود بعضی از دوستان که اینجوری قضاوت کردن و دمشون گرم. خب من اینجا یه چیزی رو بگم، چون که اسم ایدز رو آوردی، ببین منم یه زمانی خیلی از ایدز می ترسیدم، نه فقط از ایدز، حتی از بیماری افسردگی، بیماری روانی. من دانشجوی پزشکی بودم، خیلی جالبه، چون دانشجو بودم یکی به من زنگ میزنه میگه که تلفنی که چون شما دانشجوی، من میخوام در مورد یه بیماری خودم صحبت کنم. گفتم بیماری چیه؟ گفتش افسردگی. اون موقع تازه دانشجو بودم، تا اسم افسردگی رو شنیدم انقدر ترسیدم که تلفن رو قطع کردم. الان به این جریان میخندم، ولی از کلمه افسردگی، از کلمه اصلا وای بیمار روانی، وای ایدز، من تو دوره پزشکی خودم یک مورد هم ایدز ندیدم. نه اینکه ندیدی، اصلا مخفی میکردن این آمارهای، وگرنه ایران پر بود. خب این به خاطر این تابو بود و این مسئله که در واقع همه باید مخفی کنم، مثل همین جریانات مختلف دیگه ای که مثلا تو مخفی میکنی اگه ورشکست شدی، مخفی میکنی اگه حالا ایدز. مگه ایدز کم داریم تو سطح جهانی؟ اگر یه نفری الان بیاد اینجا لایف بذاره و بعد بگه که من ایدز دارم، حالا من یکی از خیلی هم جالب، مردم فردا فکر میکنن که این چه چیزیه، چه مسئله یه ترسای من. یه استوری دارم در رابطه با ذهنی، ترسای ذهنی. من یه دوست پسر، یه دوست پسر آلمانی داشتم، خیلی این تو زندگی من تأثیر گذاشت، ینس، حالا فوت کرد سال 2015. بعد این
یه بار برای من تعریف کرد، یه عکسی گذاشته بود از یه دوست دخترش که ایدز داشت. بعد گفتم که یه تو المیرا بودی اسمش؟ نه المیرا یه اسم چیزی داشت، یه چیزی داشت یادم، نوشتم توی داستانش، خواستی برات میفرستم عکسشم، خیلی خوشگل. بعد گفتم یه این ایدز داشت، تو باش ارتباط داشتی؟ گفت آره خیلی هم دوستش داشتم. بعد ببین من چون ایدز ندیده بودم، آدم ایدزی ندیده بودم، فکر میکردم مثلا اینا آدم های ماورایی هستن، چی هستن. این اواخر من حتی کسی که هم گفتم بابا جنم که بیا، جن اصلا این موجود ها باش دوست بشیم دیگه. اصلا با تمام مگه الان یه نفری از یک آدم های فرازمینی، نمیدونم این آدم های نمیدونم از سیارات مختلف بخوان بیان اونجا، ما چه حالتی داریم؟ بو صورت های عجب و عجبی داشته باشن، چیزهای فلان داشته باشن، حالا شکل ما نباشن، چیکار میکنیم؟ وحشت میکنیم دیگه، فکر میکنیم اندازهشون مثل ما نباشه، نمیدونم بدنشون یه شکل دیگه ای باشه، وحشت میکنیم. ولی بعدش آدم عادت میکنه، مثل همین کسی دلید. که شما حتی خوشگلترین فردم باشی بعد از این مقطعی عادت. حالا میخواستم بگم که یعنی ایدز واقعا اینکه ایدز داشته باشه، اصلا بگه ایدز، خب مگه مثلا اون کسی که ایدز داره گرفته، ایدز گرفته کرونا رو یکی بله. بگه کرونا. خب اصلا من دارم الان در حال سینای دوست صمیمی من که چیزه اگه گزینگ بود، خب سرطان چیز گرفت و سینه‌هاش هم بریدن و اومد و خیلی الان تو پیج شما برید چیز اصلا بذارید بنویسم اینجا شما پین کن اگر خواستی گزینگ قاضی، اینو پین کن. خب اینو مثلا شما الان شما برید توی دیدی گزینگ قاضی، شما برو همین گزینگ قاضی رو فالو کن. خب بعدش زندگیشو بیا اصلا در مورد سرطانش فلان اینها اصلا حرف بزنه. خب هر چقدر حرف بزنه صحبت کنه عادی تر میشه دیگه. حالا ایدز شیشه، ما چقدر ما آدم رو معتاد داریم، همش ما میخواییم بگیم معتاد نیستیم. بابا خب اون کسی که معتاده به جامعه ما تعلق داره دیگه، بیا برگردید آقا جامعه. من دوستی رو داشتم که اصلا میگفت من عاشق هروینم، خیلی راحت خودشم اومده بود ازش، گفت من اول از همه هروئین رو دوست دارم، گفته اون دوست داشتی باش تو انتخاب خواهد چه. خب اینه که خواستم اینو تصحیح کنم تو این رابطه. بگو ولی من نمیشتی سوال کردم حسن جون چند سالته؟ من متولد 67م، کرمان زندگی میکنم، مجردم. بعد دیگه هم اصل جون اصل نه چی 67 میشه چقدر؟ 67 با 32. خب کدوم کشوری؟ آه ایرانه دیگه، ایشونه. چه خال قشنگی داری، این خاله؟ مرسی. بله خاله خاله، چه خال قشنگی. خب مرسی، ممنونم، چشاتون قشنگ میبینه. خیلی خوب، اینم که ازه سوالایی که دیگه بچه ها اینا رو پرسیدن دیگه. تو هم که اون دفعه گفتی از کی با من آشنا شدی توی لایو؟ لایو یه آقا بود که در مورد پسرشون صحبت میکردن، افشاگری میکرد. آن که درست کردم، چقدر به دنبال این جریان افشاگری های مختلف دیگه هم. خیلی جالب اگه بیان هر کسی از، خیلی مهم بود بیاد از پسر خودش بگه، از خانواده. چقدر ما یه همچین مواردی رو داریم، خیلی عالیه، خیلی خوب. خب الان دیگه مرحله بیماریت به کجا رسیده؟ من 2 دوره شیمی درمان دارم، بعد از اون پرتو درمانیه، ولی دکترم صلاح دونسته که یه 2 دفعه جراحی داشتم، یه جراحی دیگه دارم، بعد تو دستم باید جراحی کنم که دستم رو دکتر گفت که عملت اونقدر سخت نیستش مثل اون عمل قبلی ها، یه جراحی خیلی کوچیک دیگه که یه کوچولو سخت تره اونو دارم، و بعد از اون اگه خدا بخواد و دیگه شیمی درمان نشم پرتو درمانی دارم و انشالله قوی مثل همیشه برمیگردم. خیلی الان تو هنوز 2 دوره خیلی حالت خوبه ها؟
حالا من خوبم، من فقط زمانی که دارو میگیرم، من الان نشستم پامو دراز کردم به دلیلی که توی کشال رون من بود و دکتر تشخیص دادن که توی رحم منم زده و رفتم دکتر گفت که شما اول باید برای سینه تو ما تخلیه میکنیم، عمل این سری که دارم اون عمل انجام میدیم و بعد دوباره پیگیری میکنیم برای من یه سوال بکنم ازت. خب بگو تموم بشه سوال، صحبت تموم بشه بعد. الان درگیر اینان دیگه. اسم یکی از بچه ها پرسیده اسم بیماری چیه؟ من غدد لنفومی. کنسر؟ کنسر لنفومی. آره لنفومی. خب خیلی مرسی بچه. بعد توی موقعیتی که بودی هیچ وقت به مرگ فکر کردی؟ آره من اولی که دارو گرفتم باور میکنی من تا از ساعت 12 شب لایو میگرفتم تا صبح و تا 8 صبح و خواب نمیتونستم برم. زمانی که میخوابیدم همش خواب میدیدم من گذاشتن توی تابوت و دارم میبرن. دقیقا همین چند شب پیش بود خواب دیدم من تو تابودم و دارم منو میبرن، من جیغ میزنم میگم با من نمردم، من زندم، چیکار میکنی با من؟ آره خیلی بد بود، همیشه به مرگ فکر کنم. حتی شاید باور نکنید طول روز زمانی که تو تنهایی خودم دارم دوش میگیرم سرم دارم اینجوری میشورم میگم که دقیقا فکر کنم الان بمیرم. آره همیشه به مرگ فکر میکنم و خیلی وحشتناکه، میترسم. وحشتناکه. آها حالا من یه سوال دیگه، وصیت نامه نوشتی؟ روزی که عمل میرفتم. آره روزی که عمل میرفتم. الان یعنی وصیت نامه تو داری؟ آره دارم میشه. خب میتونی برای ما وصیت نامه تو بخونی؟ وصیت نامه هم گذاشتم تو کمد، میره حتما یه شب تو لایو میخونمش. یه شب بیا خیلی جالبه. الان آره. وصیت نامه خودم باور میکنید چند وقت پیش داشتم میخوندمش بعد خودم گریه هم گرفته بود و گفتم واقعا من اینا رو نوشتم. آره وصیت نامه هم روزی که عمل میرفتم آره نوشتم. من حالا جالب اینجاست که من هر دفعه من خیلی وصیت نامه نوشتم. خب و چیز هر موقع مسافرت میرفتم خیلی انقدر جدی بچه هم بودن چیه مگه میخوای بمیری؟ گفتم حالا اومدیم، حالا هواپیما سقوط کرد اومدیم و نمیدونم. انقدر من این برنامه رو قشنگ با بچه ها عادی و اینا چیز میکنم. یه دفعه یکی داشتم میرفتم سه چهار سال پیش بلژیک، گفتم من چه بیام حالا اتوبوس خیلی نمیدونم با اتوبوس میرفتم، گفتم حالا دیدیم اتوبوس تصادف کرد بذارم برداریم اینو بنویسم. بعد دیگه یکی اومد، دو نفر مهمان داشتم، اونا یه ذره تعجب کردن. بعد دوستایی که با من بودن دیگه عادی براشون شده که من همیشه یه همچین کار میکردم. بعد یه پسری هم بود 16 ساله گفتش اون لپتاپتو می وصیت میکنی به من بدی؟ بعد یه سری گفتش که کنه بابا بگو خدا نکنه. گفتم چرا میگی بهش خدا نکنه؟ بابا بیل که خدا نکنه چیه؟ پس یا تو لپتاپ رو میخوای باشه من نوشتم. گفتم بچه شما هم شاهد باشه اگه تو به آقا این لپتاپ رو بدید بین. بعدش نوشتم و یه دونه کارت چیز داشتم، یه کارت بانکی داشتم، اینو با این شماره پین رمزشو دادم به یکی از دوستان. گفتم حالا بابا حالا مثلا زیاد پولی ندارم 3-4 هزار یوروز ولی خب حالا اومدیم و اینو داشته باش رمز. گوسی با چی کار میکنه؟ گفتم همین دیگه، حالا زنده بودم اومدم خب بعد برمیگردم کارت منو بدید. باور میکنی رمزارم عوض نکردم این کارت. بعد اومد به من اینجوری که گفت من اگه جای تو بودم هیچ وقت این کار نمیکردم. این خیلی جالبه. حالا یه سوال دیگه در مورد جسدت، اگر مثلا در مورد جسدت هم فکر کردی که مثلا اگر دیگه به اینا فکر نمی کردم، فقط به این فکر می کردم خیلی زوده، خدای خیلی زوده. من خیلی ناراحت این بودم زمانی اتفاق برام افتاد. من بچه که بودم 9 سالم بود، موره های گردن من خواهرم موهای منو کشید و موره های گردن من آسیب دید و اون زمان منو بردن پیش ایران تو گیرمال ماساژ داد و موره گردن من شکست و من سن 9 سالگی نصف بدنم حالت فلج شد و من بیمارستان بودم. سر منو سوراخ کردن، 17 کیلو وزن گردن من بود و بعد از اون من 3 ماه تو گچ بودم.
9 سالم بود. 9 سالت، خوب. آره بعد سه ماه تو گچ بودم. ببین مثلا یه دختر بچه 9 ساله، همه بچه ها ورزش میکنن میدون، من زمان مدرسه میرفتم زنگ ورزش باید یه گوشه بچه ها رو نگاه میکردم. بعد این اتفاق تو دوران بچگی برای من افتاده بود و من یه برادر 21 ساله داشتم که فوت کرد و اون قطع نخا شد، اون یه کانال ریزش کرد روش و عمل کردن. بعد از عملش 18 روزم زنده بود، آمبولی شد و فوت کرد و مادر من بعد از مرگ اون ناراحتی افسردگی داشت و من زمانی اتفاق برام افتاده بود همش به مادرم فکر میکردم که که این اتفاق برام نیفته و که مادرت ناراحت نشه. آره و روزی هم که من مادرم شاید من مادرم الان 2 ماه میدونه، من زمانی که عمل کردم تا موهان کامل نریختن من نذاشتم مادرم بفهمه و وانمود به مادرم کردم که من دارم عمل زیبایی انجام میدم. بعد خب کرمان کوچیکه و بهش گفتن، من قسم میخوردم بهش، میگفتم به قرآن دروغ میگن، من طوریم نیست، من مشکلی ندارم مادر من. دیگه کم کم خب مثلا بعد عملم رنگ زرد، من زمانی که دارو میگیرم رنگم زرد، یه دفعه لاغر شدم. برای مادرت ناراحتم که یه کسی یعنی اینجوری مثلا بهش ترحم شده دیگه. آره من بعد رنگ مثلا رفتم پیش مادرم رنگ من زرد، مثلا این ور صورت من ورم داره و رنگ انقدر زرد بود، زردی این خوبه دقیقا یه زردی که مثل زرد چوبه میپاشن، رنگ من اینجوری بود و میخواستم پاشم، پای من ورم داشت و درد میکرد و من این صحنه رو نمیخواستم مادرم ببینه و اینا. همون اون لحظه که اتفاق، همش میگفتم خدایا، من نمیگم دوست نداشتم، مثلا نمیگفتم که نه نمیرم، ولی خیلی ناراحت مادرم بودم که چرا مثلا آقا اون داداش من این اتفاق براش افتاد، دیگه مادر من این اتفاق رو نبین، این اتفاق بر من خب نیفت. مادرت بعد چجوری برخورد کرد با تو وقتی که این نگفتش چرا به من اینا رو نگفتی؟ نه هیچ، فقط سکوت کرد و هیچی نگفت، هیچ چیزی نگفت. من چند مادرم سالش مامانه؟ مامانم متولد 30 هستش. متولد 30. خب یعنی 69. خب مامانت اینستاگرام داره؟ نه، من پدرم فوت کرده سال 91، قاضی دادگستری بودن. بعد مادر من نه، اینستاگرام و اینا نداره، مادرم هیچی. بعد از مرگ فوت داداشم افسردگی داره، بعد یه تایمی از سال مثلا خیلی آرومه، از زمانی که فهمیده من مریضم سکوت و هیچ حرفی نمیزنه، فقط نگات میکنه و نگاه میکنه، چیز خاصی هم نمیگه. بعد به منم چی اصلا به هیچ عنوان حرف نزد، فقط یه شب برگشت به من گفت که من میدونم مشکل تو چیه ولی هیچ کاری از دستم بر نمیاد، ولی من جلوی اون وانمود میکنم که من طوری، من خوبم، مادر من مشکلی ندارم، هیچ مشکلی ندارم. چرا اینقدر رول بازی میکنی؟ من اگه دخترت بودم، من مادرت بودم، حسابی میزدمت. به دلیلی که دیگه دوست ندارم، دوست ندارم من ناراحتش کنم. وقتی که ببین، نه اینا یه تنهمای مسخره است، اینو بهت بگم، این یه چیزیه که واقعا من مادرت از نوع برخوردی که شماها باش میکنید و بدترش میکنید، به خاطر اینکه هی تو میگی که مخفی میکنی، مخفی میکنی زیر بابا من، من این اتفاق افتاده، حتی این مسئله که چی شده چرا باید سکوت کنه حرف نزنه؟ میگه چقدر درد تو دل این اسمش چیه؟ اسمش پروینه. پروینه، اگه شد یه بار با از واتساپ بگو من باش حرف بزنم، اگر شد با هم حرف بزنیم. الان دقیقا پذیرفته، میدونین زمانی بود که من خودم هنوز نمیتونستم بپذیرم این مسئله رو، برای من خیلی سخت بود. الان که من خودم پذیرفتم و میتونم با اون به قشنگی حرف بزنم و قشنگ براش توضیح بدم، اصلا یه چی بهت بگم، تو اینکه کابوسایی که حتی در مورد مرگ و اینا، اگر مرگ اینقدر ماها باهاش با بیماری تو جامعه ما یه برخورد، طرف بیماره، طرف سرطان داره، در حالی که من یه داستانی تعریف بکنم از این کتاب چیز
این بهت بگم. ولی مطمئنم برای تو هم بعد از اینکه این داستان رو تعریف بکنم تو هم یه چیز مشابهی داری. من توی این کتاب یه قسمتش از سفر خودم به سوریه نوشتم. خب رفته بودم سوریه، ببین من انگار باید میرفتم توی این سوریه با یه همچین آدمی آشنا میشم. یه مردی رو دیدم، مرد حدود 60 ساله با عصام بود، با زنش اونجا بود. ما توی صحنه ای که نمیدونم تو یه اتوبوس بودیم با هم یه آشنا شدیم دیگه، تا اونجا که بریم با هم صحبت میکردیم. نمیدونم از من خوششون اومده بوده، حرف میزدیم. یه دفعه یه حرفی، من این حرفشو میخوام بگم، حالا نمیخوام وارد اون رابطه دوستی که شدیم و نمیدونم، من تو به حال تا بریم برسیم اونجا. برگشت یه چیزی به من گفت، پرسید، گفت میدونی بهترین اتفاق زندگی من چی بوده؟ من خب طبیعیه که وقتی همچین سوالی میکنه آدم تو ذهنش چی میاد؟ خب مثلا تولد پسرت، ازدواجت با همسرت، نمیدونم قبول شدن در یک نمیدونم مثلا پزشکی، نمیدونم دو فلان چی، همه این چیز امتیازاتی که هست، به دست آوردن ثروت، همین از تو ذهن من همین رو اینا رو مثلا یه سرش گفتم. این گفت نه نه. گفتم خودت بگو چی بود. گفت بهترین اتفاق زندگی من سکته قلبی من بود. ببین. گفتم چی؟ گفت سکته قلبی. بعد از اون دنیای من عوض شد، نگرش من عوض شد، اطرافیانم رو شناختم، روابطم رو شناختم، اصلا همه چی برای من تغییر کرد. ببین من تو اینجا 5 سال زندان بودم، 4 ماه توالت تو تابوتا گذاشتم، چیزی که شاید هر کسی بگن وای این چه چیزیه فلان، ولی من وقتی که بعد نگاه کردم مراحل رو که گذروندم، وقتی میای از بالا نگاه میکنی میبینی که چقدر قشنگه این بدبختی، این بدبختی که ظاهرا بدبختیه. من شوهرم اعدام میشه، نمیدونم چی، خیلی مسائل مختلفی که بعد، ولی توش میبینی که چقدر تو تغییر کردی، چه دریافتایی رسیدی. زندگی فقط همین 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، نمیدونم 100 سال ما نیست. دنیا خیلی خیلی وسیع‌تر از این چیزاییه که ما تو این دنیای بسیار محدود خودمون میبینیم. این داستان رو خواستم بگم از این که 100% تویی که الان، پارسال بود دیگه این اتفاق افتاد تو این یه سال، بله بله، بودی تو مقایسه کن با قبل از اون، نمیتونی بشناسی، نمیتونی بشناسی، میگه ای من چرا نگرشم، چقدر دیده من تغییر کرده، چقدر مسائل رو فهمیدم، چقدر بزرگ شدم درونم. همش اونجا فقط این بود که دماغم اینجوری باشه، لپم اینجوری باشه، دوست پسرم فلان باشه، ناخونم این باشه. الان اصلا دنیا اصلا برای اصلا یه سری چیزها ممکنه بگن اصلا مسخره بیاد. من شاید بقیه متوجه صحبت شما نشدن، من صحبت های شما رو گوش میدم و کامنت ها، من دقیقا متوجه صحبت شما میشم. من زمانی که بیمار شدم واقعا همونی که شما میگی، دنیا رو اصلا یه جور دیگه میبینی. من قبل از این که اتفاق برام بیفته خیلی خیلی مثلا روی اینی که این تیشرت منو دوستم نپوشه وسواس روی این داشتم که لباس من نپوشه بوی عرق میگیره فلان، حالا بهداشت به کنار، ولی مثلا روی این ملافه‌ای که کسی روش بندازه برای من بود خیلی وسواس داشتم که نه نندازه چون مال منه. از زمان اینجوری شدم اصلا برای من مهم نیست، آقا میگم که اصلا مهم نیست ملافه منو بندازه چه اتفاقی میفته. بعد به دلیلی که من زمانی رفتم بیمارستان، زمانی که اومدم خب پای من تمام، بدن من تمام، من به دکتر گفتم که دوش نمیتونم بگیرم، گفت نه شما تا یک هفته به هیچ عنوان دوش نمیتونی بگیری. و برای آدمی که همیشه میخواست دوش بگیری سخت بود، واقعا سخت بود. حتی بیادبی نباشه، من زمانی من توالت فرنگی بعدم میومد دستشویی کنم، من میخواستم دستشویی کنم، برام سخت بود، بعد نمیشد. و اون موقع دیدم واقعا دست من توش مثلا
سرم زده بودم بعد باند و اینا بود، دستم درست نمیتونستم بشورم، کسی که باید حتما دستشو میشست. میگم نه واقعا واقعا تو این راه خیلی قوی میشی، خیلی قوی میشی و خیلی چیزایی که شما میگین واقعا واقعا من الان خیلی، من شاید قبلا سر یه موضوع خیلی کوچیک یکی ناراحت میشدم و حتما باید بهش میگفتم بهش ثابت کنم. الان زندگی رو یه جور دیگه میبینم. من کامل متاسفم. من کسی شاید الان به غیر از خود، من گیزینگی که گفتم حتی اینجا گفتمش اسمشو پیم میکردی اونا که حتی میرفتی پیجش، این اصلا بعد از این که من اینو دیدم توی گفتم وای چقدر خوب شد تو سرطان گرفتی، باور کن سینه شده، گفتم چقدر قوی تر برخورد میکنی، چقدر اصلا. ببین ما یه دونه دو تا اصطلاح داریم، یکی ظاهر آلمانی خیلی کلمه قشنگه آسه، یکی آسشترالونگ، یعنی اون چیزی که از تو متساطع میشه، اون حاله درونیت بعد از هر بیماری، بعد از هر این اتفاقایی که دنیای تو رو، وجود تو رو لایروبی میکنه، یه دفعه اصلا تولدی دیگه میشی. خیلی قشنگه. خب من تبریک میگم واقعا، برای اینکه شاید هیچ کسی به اندازه خود چقدر راحت برداشتی اینو. چقدر من 4 بار موامو کچل کردم، بعد من کچل کرده بودم، من پسوریازیس دارم خب، بعد تمام این جا مثل کله من، البته کله تو خیلی خوش فرمه، خیلی خوش فرم، یعنی تو خیلی به درد چیز میخوری، مدلای چیز کچلی، خیلی مدل کچلی چیزه، چون خیلی کلت خوش فرمه. خب منم کلم خوش فرمه، بعد کچل که کرده بودم و این، بعد شم ببین کچلی که آدم میکنه چشم، بعد آدم با موهاش، خیلی زن با موهاش خیلی خودش رو نشون میده، بعد وقتی کچل میشه انگار اعضای دیگه تو، یه مقاله دارم در مورد حسادت اعضای دیگه بدن تو به هم دیگه، من اولین باری که کچل کردم اینقدر که از موه و موهای من خیلی پر پشته، خب الان هم که بود، بعد اینقدر اینجا اینجا بود پر، همه هر کی میدید یه چیزی برای موهای من میگفت، من احساس کردم چقدر بدن میاد اینقدر از موهای من تعریف میکنن، و یه دفعه گفتم بابا من که فقط مو نیستم که، من چشم دارم، ابرو دارم، لب دارم، نمیدونم اعضای دیگه دارم، انگار تمام اعضای بدن من میگفتن که مام هستیم، مام هستیم. بعد یه باری من یک دفعه که کچل کردم موهای به این بلندی رو، بعد اومدم به چند تا از دوستم، همین یه تا آخر تو خونش همیشه یه دسته از موهای منو داشت اینجوری روی پیشونی، روی قفسش بوده، بعد گفتم بابا ورش داری، من نمیخوام این موها رو. بعد چشمای تو الان ببین خیلی قشنگتر خودشو نشون میده، اعضای بدن تو، لبای تو، ولی انگار اعضای بدن تو دارم میگن ما هم میخواییم خودمون رو نشون بدیم، و همین حرف رو روح آدم، روان آدم هم میزنه که بهش میگن حاله، و بعد تو هر اتفاقی که توی زندگی تو اینجوری میفته که تو لایروبی میشه و تو پوست اندازی میکنی، حاله های قشنگ تو میاد و اثری که تو محیط دی اطراف میزنه، میگن تو چقدر به دل میشینی، تو چقدر الان چقدر بهتری. ببینید دقیقا اینها کلیت هاست، راز هاست. خب من اینجا میلاد رو پینگ کردم آقای غفاری، بعد الان 278 نفر از بچه های کنسره که امروزی خبر خوشحالی شیمی درمانش جواب داده و قرار شده عمل کنه، بعد پینش کردم و از اینجا بهش تبریک میگم، امیدوارم حالش زود خوب بشه. بعد دیگه همین، میلا جان خیلی دوستت دارم، میلاد هم بچه های کنسره که واقعا تو این موقعیت خیلی به من کمک کردن، همیشه حال هم پرسیدن، هوا مو داشتن، هر دفعه هر مشکلی برای اون پیش میاد به هم دیگه پی ام میدیم که من الان این مشکل رو دارم باید چیکار کنم. تو این وضعیت کرونا خب خیلی سخته که تو بخوای همش بری بیمارستان، بعد برای همین تبخالم سوال میکردم، خب بچه ها من میگم پیشکسوتن از نظر بیماری، و مثلا به من میگفتن این پوماتو بزن، این کار انجام بده، واقعا خیلی خوب بود. اتفاقا چقدر خوبه که این بازم من اینم بگم که حتما بچه هایی که چیز هستن
دوباره بنویسم گیزینگ قاضی رو. بچه ها اینم که خواستی این گیزینگ قاضی رو هم یه بار دیگه پین کنی که بعد خودت هم چیز کنی سیو چی میگن فالوش کنی و البته منو بلاک کرده مهم نیست مهم نیست حالا مسئله شخصی خودمونه ولی خیلی جالب میشه تو باش لایف بذاری خیلی قدم قوی هستی خیلی جالبه واقعا پیجت با امیدوارم بمونه باز باشه بچه ها بیان بی نهایت هم زیبا هستی یعنی اون زیبایی در واقع ظاهری و درونی در واقع اون زیبایی که بعد از لحظاتی ماندنی میشه نه اون زیبایی گذرایی که نرمای اجتماعی خیلی خوب